مامان به زورم که شده یکم صبونه بخور. مامان باید بری بیمارستان تو رو خدا. راست میگه مامان. کیه؟ مامان چرا اینجوری میکنی؟ حتما کار واجبی داره اگه میخوای جواب بده. ای بابا فقط همینو کم داشتیم. بله. سلام. چند دقیقه پیش که داشتم حاضر میشدم زنگ زدم قطع شد. چون فکر کردم از طرف من قطع شده چند بار دیگه باز زنگ زدم. مزاحم که نیستم. آخه من دیشب تا صبح خوابم نبرد، نگران بچه بودم. حالش خوبه؟ بله، ما هم قراره یکم دیگه بریم اونجا. فعلا خطر جدی وجود نداره. خیلی ممنونم از این که تماس گرفتین آقا غریب. فکر کنم دوروبر چلوغه. ما هم فقط داریم دعا میکنیم آقا غریب. پس مزاحمت نمیشم، فقط یه خبر بده که خواستم از خودم بشنوی. اسما چی شده؟ امروز نبش قبر میکنن. من سعی میکنم آدم رو از اونجا دور نگه دارم. از بیمارستانه؟ میخوام تا جایی که امکان داره این کار رو بی سر و صدا انجام بدیم. لازم نیست درگیر این چیزا بشی. باشه، ممنونم، روزتون بخیر. آقا غریب چه زود فهمید به خدا، از کجا میدونه؟ کی میتونه گفته باشه؟ تو بیمارستان که به جز ما کس دیگه ای نبود. داداش دیروز آدم اومده بود بیمارستان، حتما اون بهش گفته. اون اونجا چی کار میکرد؟ نمیدونه. جز اون دیگه کی میتونه گفته باشه؟ شاید دلارا بهش گفته، جز اون کس دیگه ای نمیتونه بگه. آقا غریب زنگ زده بود بگه که امروز نبش قبر میکنن. این وسط وکیل ما کجا تشریف دارن؟ چرا باید این خبر رو از اون بشنویم؟ به من گفته بود مامان، قبل از اینکه بیام صبح بهم زنگ زد، فرصت نشد بهتون بگم. حالا فکری کردین یا نه؟ وکیلمون با متصدی قبرستون صحبت کرده، خلوت‌ترین ساعت رو انتخاب کردیم. یعنی برای اینکه خبرش به بیرون درز نکنه، هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. نگران نباش. داداش تام میای قبرستون؟ میگم میشه من نیام؟ به داداش فکرتم بگیم؟ نیازی نیست من بهش بگم. نیازی نیست شما هم بیاین. فکرتم اینه داداشم به حده کافی قمو بسید. با هم میریم. نیازی نیست مامون، من خودم گفتم با هم دیگه میریم. منم میام، همین که گفتم. برای خداحافظی کردن بهترین روزو پیدا کردی آقا فیضی. مامان، مامان جون، آخه چرا قهر میکنی دیگه؟ داداش که به خاطر خودت میگه نه یا قبرستون. اصلا خودتو دیدی؟ یه لحظه خودتو تو آینه ببین، تو رو خدا رنگت پریده مامان. با این حالت کجا میخوای بری؟ به خدا منم جرئت ندارم برم قبرستون. من به اون آدم پس فطرت اعتماد ندارم. میرم همه چیزو با چشمای خودم ببینم، مواظب همه چی هستم. خب راست میگی، ولی داداشم حواسش به همه چی هست. دو کلمه حرف با اون باباتون دارم. تا امروز ساکت موندم، نه خودم حرف زدم، نه اجازه دادم کسی حرف بزنه، نذاشتم بهش بی احترامی بشه، ولی اون حتی جنازه‌شم خودخواهه. ببین تو چه روزی باید قبر باز بشه؟ نوام داره واسه زنده موندن دست و پا میزنه، بعد ما باید مشغول قایم کردن خرابکاریای بابای تو باشیم. مامان من میدونم اعصابت خورده، ولی این یه تصادفه دیگه، چه ربطی به بابام داره؟ همه این بدبختی‌ها به بابات مربوط میشه. دهن منو باز نکنی، نمیخوام خیلی چیزا رو بگم. میرم چیزایی که تا امروز تو دلم نگه داشتم و بهش بگم، به جای این که هر روز تو ذهنم با خودم کلنجار برم، بهتره همه چیزو بریزم بیرون بذارم. از این به بعد اون فقط بابای شماست، دیگه با من هیچ نسبتی نداره. شما هنوز فکر میکنین من دلم براش میسوزه، مگه نه؟ ولی دل من دیگه برای باباتون نمیسوزه. شماها نمیفهمین دل من برای چیا میسوزه. برای همین تو کارم دخالت نکنین.